سلام رفقا، حالتون چطوره؟ به چنل محمد فرانک خوش اومدید. توی این ویدیو میخوایم کل کاربرد پرکای قرمز رو همراه با تست واسهتون بگم. پس هرچی ویدیو در مورد پرکای قرمز دیدید بریزید دور، بده تو سطل آشغال و بشینید کلیپو تو آخرش نگاه بکنید و کلی به اطلاعاتتون اضافه میشه. راستی من پرکای سبز و پرکای آبی رو هم داخل کارم گذاشتم که عکسش رو دارید اینجا میبینید، میتونید برید اونها رو هم نگاه بکنید و کلی به اطلاعاتتون اضافه شه. دیگه زیادی کشش ندیم، بریم که ویدیو رو داشته باشیم. اولین پرک آیرون لانگ هستش بچه‌ها. این پرک خوراک اسنایپر است. ببینید وقتی که این پرک رو نشسته باشید لرزش دست رو ببینید ناموسا. اصلا خیلی سخته اینجوری بخوای بزنی، مگر اینکه دیگه پرکی داشته باشی دیگه واقعا بگی آقا ارزشش رو داشته باشه دیگه، مثلا اینو نندازی. وگرنه برای اسنایپرایی که میخوان خط بگیرن این پرک اصلا خوراکشونه. ببین اصلا لرزش دست میتونم بگم صفرش کرده، یعنی اصلا هیچ چیزی تو نمی. پرک بعدی فست ریکاور هستش. موقعی که شما این پرکو داشته باشید وقتی دمیج میشید بعد از 3 ثانیه اچ پیتون پر میشه. اگه اینو نداشته باشید بعد از 5 ثانیه اچ پیتون پر میشه. 2 ثانیه خیلی خطرناکه. پشما پرکی بعدی تاکتیکیان یه همچین چیزی هستش که نانجکای تاکتیکال شما رو بچه ها دو برابر میکنه، یعنی یکیشو میکنه دوتا. البته دوتا نداریم که بکنه 4 تا نموزن دیگه، اینو سوتی از ما نگیرید. یکیو میکنه دوتا و خیلی 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 میتونه توی مپای کوچیک فوق العاده باشه. پرک بعدی اوورکلاک هستش بچه‌ها. زمان شار شدن اپراتور اسکیل شما رو کاهش میده. موقعی که کیل میگیری ربطی نداره، موقعی که تو حالت عادی هستی دیری خودش به صورت اتوماتیک پر میشه اون رو میاد کاهش میده، ولی موقعی که کیل میگیری به صورت اتوماتیک همون یعنی همون پیشفرض همون 5 تا هستش. پرک بعدی رستاک هستش. این پرک میاد نارنجکای لتال و نارنجکای تاکتیکالی که استفاده کرده باشید رو بعد از 25 ثانیه مجددا ریچارج میکنه. برای تبر پرتابی اینجوری نیست و میتونید استفاده نکنید، یکی باشه میشه دو تا. همونطور که بچه‌ها دارید می‌بینید من یه دونه ترپ انداختم زمین، یه دونه پرافی اگه اشتباه نکنم انداختم روی زمین و بعد از 25 ثانیه دوباره شار میشم میتونم یه دونه دیگه بندازم روی زمین، ترپ یه دونه دیگه بندازم زمین. اما برای تراپی اینجوری نیست که دو تا تراپی داشته باشید، تراپی ماکسیمم یه دونه هستش، بعدی من از این قبلی دلیت میشه، مثل در واقع ترپ داخل بتل رویال. برای ترپ اینطوری نیست که ماکسیمم یکی باشه، برای ترپ ماکسیمم دو تا هستش. و این پک بچه خوراک در واقع مود سرچ اند دیستروی دستش، میتونید ورودی خروجی ها رو کامل بگیرید و یعنی اگه دو سه نفری اینو داشته باشید اصلا خیلی باگ دیگه، یعنی کل ورودی خروجی ها رو میتونید بگیرید دهنشون رو سرویس میکنید. پرک بعدی اگیل هستش. این پک میاد سرعت بالا رفتن از اجسام مثل مثلا حالا سطل آشغال نمیدونم مثل نرده و اینا رو زیاد میکنه و یه قابلیت دیگه که داره هنگام دویدن میتونید سریعتر زوم بکنید. گوش بدید، هنگام دویدن موقعی داری راه میرید اصلا از این پرک انتظار نداشتید که بتونید سریعتر زوم بکنید. پرک بعدی اسکالکر هستش. این پک بچه‌ها میاد 12% سرعت راه رفتن یا نشسته رفتن شما رو زیاد میکنه. اونجا که دارید میبینید حالا 12% اونجوری نیست که مثلا بگم آقا این پرک نمیدونم خیلی خوبه و حتما از این پرک استفاده بکنید، نه اونجور چیز خوبی هم نیست به نظر من. سرعت راه رفتنتون هم بچا میبینید همونجوری که دارید میبینید زیاد میکنه. شاید به درد نمیدونم مود سرچ اندی سویدی جایی بخوره، وگرنه برای مودای شلوغ که اصلا پیشان. پرک بعدی اسمش هست لایوی. کاری که این پرک انجام میده وقتی از ارتفاع میپری هیچی دمیج نمیشی، نه اینکه یکم دمیج میشید دیگه دمیج نشید، اصلا هیچی دمیج نمیشی. عشما خیلی کمی اتفاق میفته الان شما از ارتفاع پرید. کار دیگه که انجام میده سرعت دویدن شما تا 10% افزایش میده. شاید مثلا یه نفر پشت سرتون باشه بخواد نایفتون کنه بهتون نرسه، ولی اگه بهتون رسید 100% بهتون میگه داداش گاز ورمه بابا گاز ورمه. پرک بعدی اسمش هست فلک جکت. این فلک جکت میاد دمیج های امتداد دوباره میشه تا 35% کاهش میده. دارید میبینید نمردید دیگه، 5 ثانیه بعد اچ پیتون پر میشه و تو بد اشغال کنید. اما بچه ها حالا اسم این لعنتی یادم رفته، در مقابل این مثلا نمیتونید مقاوم باشید، چون این اچ پیچ خیلی بیشتر از این حرف هاست و 100% میمیرید. اما مثلا در مقابل مولوتوف بچه ها دیدید مثلا یه مقدار دمیج میشه، میگه آقا مدت زمانی که با مولوتوف دمیج میشه رو کمتر میکنید. بچه ها اینجا لحظه که ما فلک جکت داشته باشیم خیلی سریع دمیجش متوقف میشه. در مقابل بچه ها ترپ همونطور که میبینید اگه این پرکو نداشته باشید 100% میمیرید. اگر این پرکو داشته باشید بچه ها ترپ هم نمیتونه شما رو بکشه. پشمام از این پرک ریخته، چقدر خفنه این پرک. من مثلا اینو همیشه باید برش دارم. اینو کار دیگه که انجام میده بچه ها توی حالت عادی شما وقتی نارزک میاد سمتتون پرت میکنی تایمش همون میمونه دیگه، یعنی صفر نمیشه، ولی موقع که این پرکو داشته باشید نارنجک میاد سمتتون قابلیت خیلی خفنه شما، میتونید دوباره پرتش بکنید تایمش دوباره از 5 شروع میشه. دوباره پرت میکنی دوباره از 5 شروع میشه، دوباره پرت میکنی دوباره از 5، یعنی دقیقا تا در خونه یارو میتونی بری و اینو همینجوری انتربازی در بری با این
اصلا تایمش صفر نمیشه و میتونید کلی باش اشغال کنید. دمتون گرم که تا انتها همراه بودید. بچه ها دو تا کلیپ دیگه هم براتون گذاشتم انتهای کلیپ، پرکای سبز و پرکای آبی پیشنهاد میکنم، اونا رو هم حتما حتما نگاه بکنید که بتونید با این سه تا فیلم یه لود اوت خیلی خفن برای خودتون بچینید، برید یک یکشون رو پاره کنید. البته اگه کانال منو سابسکرایب نکردید همین الان سابسکرایب کنید، چون قراره بگم یک یکشون رو قراره بهتون توضیح بدم، بگم آقا این پرک لعنتی با این برای چه گونه استفاده میشه، تو چه مودی استفاده میشه. خلاصه قراره کامل بهتون بگم دیگه، هر چی که نمیدونید و دور هم دیگه بدونیم. خداحافظ.